سلام خدمت همه دوستان عزیز. در این ویدیو میخوام نحوه واکس زدن SV6 رو بر روی قالب فایبرگلاس که مخصوص سینک های گرانتی است رو بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید. مرحله یک، اسفنج به اندازه کف دست که کاملا به واکس SV6 آغشته باشد رو بر روی قالب میکشیم که در این ویدیو هم که مشاهده میکنید. قالب رو بعد از طرف سینی شروع به واکس زدن میکنیم که کاملا کنار گوشه ها و خود سینی رو به واکس بزنیم که هیچ مشکلی بعدن پیش نیاد. دوستان توجه کن، تا جایی که امکان دارد حتما با دقت این کار رو انجام بدین، چون اگر یک قسمت از قالب رو واکس نزنید مواد اولیه سینک گرانیتی بر روی قالب میچسبه. بعد از این که واکس زدن تموم شد به اندازه 15 الی 20 دقیقه صبر میکنیم که واکس کاملا بر روی قالب جذب بشه. تو این ویدیو کاملا مشاهده میکنیم که من بنده با حوصله و دقت کامل تمامی اون قسمت هایی که قالب نیاز داره به واکس زدن رو با دقت کامل میزنم که هیچ مشکلی بعدن پیش نیاد. توجه کنید که هیچ مشکلی پیش نیاد که بعدن مواد اولیه سینک گرانتی به قالب بچسبه. این موضوع حساسه، حساسیتش هم اینه که اگه واکس کامل بر روی قالب نزنین یه اتفاقی که میفته مواد اولیه سینک گرانتی به قالب میچسبه. بعد از این که میخوای سینک رو از قالب در بیاری، یا قسمتی از سینک به قالب میچسبه یا قسمتی از قالب به سینک میچسبه که باعث خساراتی میشه، از جمله اینکه قالبتون خراب میشه. بعد اینکه مشکلی که هم که پیش میاد اینه که سینکی که نهایتش سینکتون خراب میشه یا سینکی که میخوای از قالب در بیاری رو میشکنه. به خاطر همون یکم دقت کنید خواهشان. این واکس زدن خیلی مهمه، یعنی اونایی که دفعات اولشونه و تازه میخوان این کار رو شروع کنن حتما با دقت کامل و چطور بگم، یه جوری که خودتون دقت کنید که دیگه خسارتی بهتون وارد نشه. الان تو این زمونه یک قالب تقریبا چیزی حدود 15 الی 16 تومان قیمتشه. پس بستگی به خودتون داره که چطور این قالبتون رو استفاده بکنید. بعد از مرحله واکس زدن نوبت به پاک کردن واکس به یک دستمال تمیز میرسه. چون بعد از اینکه واکس جذب قالبتون شد باید اون اضافات قالب رو تمیز کنید، یعنی جوری که اون اضافاتی که هست رو باید تمیز کنید تا بعدن هیچ مشکلی پیش نیاد. یعنی بعد از اینکه ژل کد بخوایم بزنیم یا واکس پی وی آی بخوایم بزنیم دیگه اون مشکلاتی که بعد از اینکه واکس بمونه رو قالب یه مشکلاتی رو پیش میاره که خودتون اگه این کار رو انجام بدیم مشاهده میکنیم. ولی ریستر نکتهش اینه که واکس پی وی آی یا ژل کدتون دوندون در میاد، به خاطر همون باید خیلی با احتیاط و با حوصله کامل رو تمیز کنید. بعد از اینکه با یک دستمال تمیز کردیم بنده دوباره با یک دستمال تمیزتر این قالب ها رو تمیز میکنیم که خودتون هم تو این ویدیو مشاهده میکنید که من چطور این قالب ها رو تمیز میکنم. زمینه برای تولید سینک های گرانیتی آماده بشه. این واکس های SV6 که میبینین مال کشور ترکیه هستن، در واقع میدین ترکیه هستن، و همینطور این واکس پی وی ها یادرو دار کننده دوم فایبرگلاس پی وی ها برای کشور ترکیه هست و در وزن واکسمون در وزنهای 300 گرمی موجود هست و پی وی ها در وزنهای 1 کیلوگرم مایع موجود هست. همکارم با استفاده از یک اسفنج خب واکس دوم، یعنی همون واکس پی وی ها که مایع آبی رنگی هست رو بر روی قالب ها میزنم، البته با یک اسفنج تمیزتر که خیلی راحت بزنیم رو قالب. پی وی ها باعث میشه که یک لایه تقریبا سلفون مانندی رو بر روی قالب بکشه که باعث میشه که مواد اولیه سینک های گرانتی به قالب نچسبه. یا اگرم خدای نکرده یک قسمتی از قالب رو واکس نزده باشیم، این واکس پی وی چون مایع است به همه جا میزنیم، به خاطر همین راحت تره و این باعث میشه که مواد اولیه سینک های گرانتی به قالب نچسبه. یک نکته ریزی هم که هست، تولید سینک های گرانیتی هزینه زیادی رو نمیخواد.
یعنی با یک کارگاه کوچیک هم میتونید با یک قالب و یک کارگاه کوچیک هم میتونید شروع به تولید سینک های گرانیتی بکنید که خیلی هم راحته و به راحتی هم میتونید این کار رو انجام بدید. آموزش های ما رو ببینین، اگر مشکلی داشتین حتما به من اطلاع بدین. تا اینجا نحوه واکس زدن و نحوه واکس پی وی زدن رو بر روی قالب رو با توضیحات کامل تا جایی که من ذهنم یاری میکنه رو بهتون آموزش دادم. و دوستانی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودن، هفته بعد نوبت به آموزش اسپری کردن ژل کد بر روی قالب رو به شما آموزش خواهیم داد. و برای اونایی که کلمه سینک گرانیتی رو تو کامنت ها بنویسن یک هدیه دارم. هدیه هم یک مشاور رایگان در مورد آموزش تولید سینک های گرانیتی تو هر مرحله و هر مکانی باشین بهتون آموزش خواهم داد.